خب دوستان بریم به وضع ببخشید با سلام و درود خدمت تمامی سروران همراهان و همراهان همیشه کانال حسین نظر MMA من داشتم اون یکی رو تهیه میکردم بریم به وضع 55 کیلوگرم محمد حسین بند دلاور دسپول امام با دو بنده آبی در مقابل کشتگی از امریکا قرار گرفته نوری کشتگی از امریکا با دو بنده قرمه سرگردن حالا گرو گرفته کشتگی امریکایی این حسین بند چه میکنه دلاور دسپولی ما در مقابل این کشتگی کشتی اولش رو مانچه 11 بر 7 کشتگی از رومانی رو شکست داد کشتگی امریکایی دستش داره بهتر کار میکنه نشون میده که این لحظه دهنش رو گرفته بود با دست ببینیم چه میکنه در ادامه کشتی طلای نوجوانان آسیا رو داره البته عوض 50 کیلوگرم دلاور کشورمون حالا دست کشتیگیر ما بهتر داره کار میکنه داور به هر دو کشتیگیر نشون میده که باید کار کنه یک بار به دو بنده قرمز یک بار به دو بنده آبی حالا درخواست کمکاری میشه برای دو بنده قرمز کشتیگیر از امریکا نوری باید در خاک دلاور دسپولی ما بشینه خب ببینیم چه میکنه در ادامه این کار میره به این بارنداز یا سالتو هنوز هم ترسه دستا رو کاملا گلاب کنه خوب داره جا بجا میشه کشتی گیره امریکایی خیلی اومد پایین حالا درسته یه لحظه بس اومد روی خواه نباید زیاد پایین باشه باید خوشو میره یه لحظه لیفت رو نشون داد حالا لیفت میکنه خوب داره مقاومت کشتی گیر میکنه از همجا میتونه به تابنه دوتایی حداقل بگیره خوبه یه دوتایی میگیره باید مراقب باشه خودش رو میکنه یک امتیاز هم کشتی گیر امریکایی میگیره حالا میره برای بارانداز حالا باید خودش خوب مقاومت کنه میره برای کلیپ بارانداز دست رو کاملا جمع کرده یه لحظه باید دست رو رها کنه و اگر نه بارانداز میخوره یه لحظه رو پل نگه میداره دو امتیاز میگیره رو کشتی گیر امریکایی نوری یک بایدی حالا نیم تیغ میکنه یه دوتایی دیگه هم بهش میدم باید خودش رو رها کنه دستش رو باید از حالت کلیپ بارانداز رها کنه خب دیگه باید سرپا بدم خیلی تو خواهی زمان دادم به کشتی گیره میکنی حالا چه کشتی 5-3 میشه کشک کناری هم کشتی وزن 67 کیلوگرم داره شروع میشه اجازه بدید من دوربین رو هم فعال کنم بعد برمیگردم خدمتتون تشک کنایه هم رضایی دلاور کشورمون اومد به روی تشک مثل مسابقات جام متو پلیکونه ایتالیا از روم در خدمت شما عزیزان هستم از 55 کیلوگرم دلاور کشورمون حسین بند تا به اینجا تا 5-3 عقب هست یه لحظه حالا هیچ پیسک نشون دا کشتی گیره امریکایی ولی خودش در خاک نشون به کشتی فرنگی امتیاز نداره این حالت اگه با اکسان عمل رو به رو باشه چرا امتیاز داره ولی خب که بلا فاصله خاک میشه روفن امتیازی رد دادن نمیشه نه چه کشتی 5-3 و اینجا 3 دقیقه اول این کشتی به پایان میرسه ببینیم چه میکنه در 3 دقیقه دوم دو کشتی گیر نزده مربی های خودشون میرن ببینیم مربی های کشورمون چه تاکتیکی در نظر میگیرن برای 3 دقیقه دوم ایتالی پور طالب نعمت پور ببخشید گفتم طالب پور توصیه های لازم رو میده به دلاور کشورمون امیدواریم که مثل کشتی قبل کامبک کنه و به کشتی برگرد کشتی قبل رو هم 7-0 عقب بود ولی 3 دقیقه دوم به کشتی برگشت و برنده میدان شد ببینیم چه میکنه در ادامه کشتی خب 3 دقیقه دوم کشتی آغاز میشه به کشتی رو دسته هم دیگه کار میکنه مطمئنا کشتی گیره ما باید 3 دقیقه دوم رو بهتر فعالیت کنه سه دقیقه اول هم خوب کار کرد ولی روی اشتباه کشتی گیر امریکایی رو کرد و استفاده کرد از موقعیت دست و اصول گروه گرفته یه لحظه رو گرس میکنه ببینیم کشتی گیر ما دستش بهتر کار میکنه دستی رکر یه لحظه خومایی پیچه کمر پیش انداخت کشتی گیر ما رو ببینید حالا دست رو گروه گرفته میتونم به کشتی گیر امریکایی نوروی اختار بدن کشتی گیر ما حسین من بهتر داره کار میکنه دلاور دسپولی ما ببینیم
کریم میخواد داور اخطار بده. حالا درخواست اخطاری کمکاری میکنه، تایید نمیشه و بله اینجا بالاخره تایید میکنه رئیس تشکر قاضی. یک امتیاز برای دو دلاور ما در نظر گرفته میشه. نتیجه کشتی 5-4 هست. اگه بتونه مثل 3 دقیقه اول آراندازش رو بزنه جلو میافتیم، بعد میتونه کشتی رو اداره کنه. کشتی اولش رو هم خوب اداره کرد. از کردم کشتی رو 7-0 فقط بود، 11 7 برنده شد. 3 دقیقه دوم خوب کار میکنه، خوش نفس هست حسین بند. میره برای بارانداز یا نه؟ نه، خسته هست، رها کرد کشتی رو، دوست داره که سرپا ادامه بده. سرپا هم میتونه این کشتی گیر امتیاز بگیره. اون بار هم دلاور کشورمون کشتی خوبی تا به اینجای کار به نمایش گذاشته و جلو هست از کشتی گیر نروژی. خواب دود اصلا همی همچنان کار میکنه، چه میکنه در ادامه کار. میتیقا 30 ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم. تو جام تختی هم دوم شد حسین ور. یه لحظه کشتیگیر امریکایی دوست میکنه، خطرناک بود، میتونست دور بزنه پشت کشتیگیر ما. جام تختی تو فینال به علی نوربخش کشتی رو 7-2 واگذار کرد و نقره قهرمانی کشور رو به گردن انداخت. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. همچنان رو دسته هم دیگه کار میکنه، دیگه باید هرچی در توان داره رو کنه حسین بند. یک دقیقه تا پایین کشتی زمان داریم. دستی رکه بهتر داره کار میکنه، میتونه دستی رکه حداقل از تشک خارجش کنه، نیازی نداره دو تا یا چهار تایی بگیره یا فن زیبا بزنه، فقط مهم هست که برنده میدان باشه. 40 ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم. کشتی دومش هست، کشتی گیر امریکایی خسته است. 30 ثانیه دیگه باید بره، دیگه باید هرچی در توان داره رو کنه، وقتی نمونده. حتی یه خروج از توشه، یه خاک میتونه ما رو برنده میدان کنه. چه کشتی 5-4 است به صدا میکنه. نمیدونم برای چی الان برگشته به داور داره نگاه میکنه، منتظر چی هست؟ تایم رو نگاه میکنه. 10 ثانیه فقط، وقتی نداریم برای فکر کردن که چه فنی باید بزنه، فقط یه خروج از توشه کافیه برای ما. همین ببینیم، 5 ثانیه فقط زمان داریم، برو. 2 ثانیه. چه استرسی میدن به ما، چه استرسی میدن به ما. خب دوستان، متاسفانه کشتی دومش رو محمد حسین بند واگذار میکنه در مقابل کشتی گیر امریکایی. تا درود دیگر، بدرود دوستان.